خب سلام دوستان، به ویدیو دیگه خوش اومدین. تو این ویدیو قراره که باکس وکور رو روی پلتفرم چاهکمی با هم دیگه انجام بدیم. فقط قبل از اینکه شروع کنیم، اگه شما به تگ‌های SQL injection، وردپرس و وی هاست یا همون virtual host enumeration دقت داشته باشین، خیلی بهتون کمک میکنه. تارگت آی پی خودتون رو دریافت کنید و دقت داشته باشید که میگه که در واقع vekor.tsm رو توی اتسی هاست خودتون وارد کنید، که همونطور که میبینید من اینجا واردش کردم. خب میریم که راست اسکن ران کنیم تا پورتای باز به اون نشون بده. SV version enumeration, SC default script و در واقع اون که output داشته باشیم توی directory mmap اسمش هم میذاریم all ports. دو تا پورت باز داریم، 22 به صورت default SSH و 80 به صورت default در واقع HTTP. یه directory به اسم GoBuster ایجاد میکنیم، مثل اینکه قبلا ایجاد کردیم. میریم توش گوباستر رو ران میکنیم که در واقع دایرکتوری های روی این وبسایت رو بهمون نشون بدن. از ورد لیست common.txt استفاده میکنیم، user share ورد لیست در common.txt. robots.txt رو برای ما پیدا کرد همونطور که میبینید. بریم مثلا سایتش چیه، میگه که welcome internet user. اگه بریم robots.txt رو ببینیم، چند تا اینتری دیسالاو شده داریم که همه اینا به همون not found میدن جز coming really soon، که اگه بریم چک کنیم ببینیم چی میگه این به ما. میگه که we've set up our latest website on IT next، که در واقع آخرین یا جدیدترین وبسایتمون رو روی این دایرکتوری پیاده کردیم. پس بریم ببینیم که وبسایتش چی هست. عذر میخوام 101. خب حالا که این کارو کردیم، من خب مسلما از قبل این باکس رو انجام دادم، بریم که دنبال ویرچوال هاستش بگردیم که یک ساب دومین برای ما پیدا کنه. اس سایلنت در واقع یک هدر هاستمون رو میفرستیم که ببینیم یک ساب دومینی که در واقع وجود نداره چه ریسپانسی رو به ما میده. http vekor.thm میندازیمش توی ورد کاونت که بهمون بگه در واقع ریسپانسش چه سایزیه. 23. خب حالا ما با استفاده از فاف مثل ویدیو قبلی ساب دومین ها رو بروت فورس میکنیم. پس ورد لیست opt در واقع سک لیست دیسکاوری و DNS، ساب دومینز 5000 تای برتر و یک هدر بهش میدیم که اسمش دوباره هسته. اینجا رو میخواییم فاز کنیم .vekor.thm vekor.thm و URLش هم که http vekor اگه بتونم تایپ کنم .thm. فیلتر سایزمون هم همون 23 که در واقع با کرل گرفتیم. خب همونطور که میبینید در واقع یک ساب دومین سایت برای ما پیدا کرد. پس ما میریم که اینو توی در واقع اتسی هاست خودمون قرارش بدیم. و بریم ببینیم که چی هست. vekor.thm Hi there, nothing here for now, but there should be an amazing website here in about 2 weeks. خب چیز خاصی اینجا نیست. میریم که در واقع گوباستر رو ران کنیم تا ببینیم دایرکتوری هایی هست که به درد بخوره یا خیر. خب تا اون کارش رو انجام میده، من در واقع اول که داشتم باکس انجام میدادم دنبال SQL injection pointمون بودم که کل این در واقع پیجا همشون این پاین، همینطور که این پاین میبینید واقعی هستن. کلی پیج برای اینومریت کردن داره، پس من وقتتون رو نمیگیرم، نمیخوام ویدیو در واقع تایم زیاد شه، پس سری میرم اونجایی که SQL injection داریم. ما اگه بریم توی شاپینگ کارتمون، من برب سویت هم آن کنم، در واقع اینجا یه دیتابیسی هست که کوپون در واقع کد رو ببخشید چک میکنه که ببینه آیا درسته یا نه. پس ما اگه بگیم در واقع یه چک ریز بزنیم برای SQL injection، میبینید که اینجا به همون میگه که اکسپایرد شده این در واقع کوپان کد، ولی اگه یه چیزی که وجود نداره بزنیم میبینید که میگه که does not exist. پس ما در واقع این ریکوستمون رو با برپ سویت در واقع اینترسپت میکنیم، به ریپیتر میفرستیم
سیو آیتم رو میزنیم و توی وکور در واقع دسکتاپ یوتیوب تی اچ ام وکور ذخیره میکنیم به اسم مثلا ریک که با استفاده از در واقع SQL map دامپ کنیم دیتابیس رو. خب همونطور که میبینید در واقع site.vector.thm هم وردپرس داره که اگه بریم ببینیم چیه این سایته. میبینید که یک سایت وبسایت معمولیه و مسلما باید یک وی پی ادمین اینجا باشه که به ما در واقع اجازه لاگین بده. اگه ادمین رو امتحان کنیم میبینید که در واقع the password you entered for the username admin is incorrect. پس در واقع یوزرنیم ادمین وجود داره ولی پسوردش غلطه. خب ما میتونیم اینو در واقع بروت فورس کنیم برای پسورد ولی به نتیجه نخواهیم رسید. میریم سراغ SQL injection. میبینید که در واقع یک ریکوست همون ریکوستی که با برپ کپچر کردیم و اگه از SQL map استفاده کنیم با داش آر میتونیم در واقع از این ریکوست استفاده کنیم و در واقع بنر رو بگیریم. خب همونطور که میبینید فهمید چی به چیه، داره تست میکنه برای این SQL injection عذر میخوام و دیتابیس بک اند هم مثل اینکه مای اس کیو ال تشخیص داده. پس میزنیم نو همه اینا رو به صورت دیفالت بهش میدیم تا تست کنه و ببینه که چه شکلی در واقع اینجکشن رخ میده. اگه زیاد طول بکشه من ویدیو رو پاز میکنم و وقتی که کار اس کیو ال مپ انجام شد برمیگردم. خب همونطور که میبینید اس کیو ال مپ برگشت و تشخیص داد که اینجکتبل و در واقع بنر رو برای ما اینجا کپچر کرد. خب حالا که میدونیم اینجکتبل در واقع با استفاده از این ریکوست میریم که دیتابیس وردپرسی رو که حالا اینجا وردپرس داریم رو اینومریت کنیم تا تیبلاشو به همون نشون بده. خب همونطور که میبینید در واقع تیبل ها رو برای ما دامپ کرد که وی پی یوزرز از همه برای ما جالب تره. پس میریم که کالمزاشو در واقع دامپ کنیم. خیر خیر نیازی نیست و همونطور که میبینید دام کرد که پسورد هم به صورت در واقع این کود شده وردپرس داریم و یوزر لاگینمونم ادمین جفری یورا و ایگله. خب حالا میریم که در واقع اینا رو کرک کنیم. از اونجا که حالا من باکس رو انجام دادم از الان بهتون بگم ادمین کرک نمیشه. حالا یه خورده زیاد طول کشید من در واقع استاپ کردم، بقیهشون کرک میشن که یورا در واقع اون قابلیتی که ما میخوایم که ادیت کردن ثیم های در واقع وردپرس رو داره. پس ما میریم که واسه یورا رو کرک کنیم. اگه بریم توی هشکت examples و ورد در واقع وردپرس رو دنبالش بگردیم همونطور که اینجا میبینید مود 400 شبیه اون چیزی که ما داریم. پس با استفاده از هشکت در واقع کرک میکنیم اینا رو. مود 400 از رو خواهم یک در واقع 8 رو اینجا قرار بدیم. 8 مود 400 روی این 8 و ورد لیست یوزر شیر ورد لیست را کیو. خب از اونجایی که من از قبل اینو کرک کردم ازم میخواد که در واقع فقط دش دش شو رو بهش بگم تا برامون کرک کنه و همونطور که اینجا میبینید در واقع هش کرک شده رو بهمون نشون میده که من مجبورم بلور کنم چون که در واقع چای هک می اجازه نمیده پسورد کرک شده رو نشون بدیم. خب پس میریم که در واقع با دقت داشته باشین وی پی یورا همونطور که در واقع بهتون نشون دادم توی اون دامپمون وی پی یورا و این پسورد لاگین کنیم. لاگین وردپرس یه خورده طول میکشه، اگه دیدم زیادیه پاز میکنم ویدیو رو و وقتی که در واقع لاگین شدیم برمیگردم. خب همونطور که میبینید ما لاگین شدیم و همونطور که اون اول گفتم یوزر جفری، حالا من ایگل رو در واقع تست نکردم ولی یوزر جفری این قابلیت رو نداره که بیاد توی در واقع ثیم ادیتر و ثیما رو ادیت کنه تا ما ریورشل رو قرار بدیم، ولی جفری عذر میخوام یورا همچی قابلیت رو داره. پس برای همین من یه راست رفتم سراغ یورا. اینو پاک میکنیم میریم که در واقع یوزر شیر وب شلز
PHP ریورسل رو کت میکنیم اینجا. من در واقع اینو از قبل مودیفای کردم که همونطور که میبینید IP و در واقع پورت و IP مورد نظرم رو قرار دادم. اینو کپی میکنیم اینجا قرار میدیم و آپدیت میکنیم. همونطور که میبینید آپدیت شد و حالا کاری که باید بکنیم اینه که اینو کپی میکنیم میام اینجا BP content themes 20 و 404. از میخوام ما اینجا لسنر رو هم میذاریم قبل اینکه در واقع اکسیکیوت کنیم این وب شلو 404.php. خب اصلا که اشتباه رفتم 20 اینجا یه اشتباه در واقع تایپی دارم من. همونطور که میبینید ما کالبک رو به عنوان در واقع داب 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 دیتا گرفتیم. پس ما استیبلایز میکنیم شلمونو که توی ویدیوهای قبل همه رو توضیح دادم. اگه بتونم تایپ کنم pty.span bin bash stty raw minus echo fg inter export term export term exter. خب حالا ما در واقع پریویس گیم باکس یه خورده یعنی خیلی زمان بر بود برای من، حداقل وقتی داشتم اولین کارو میکردم. شما اگه هینت در واقع فلگ اول رو نگاه کنیم بهتون میگه که اینترنال در واقع پورت های باز رو ببینید. پس ما با استفاده از نت استات و همچین فلگ هایی میتونیم پورت هایی که به صورت لوکالی دارن در واقع باز هستن و لسن میکنن رو از میخوام ببینیم که خب حالا یک اینکه ما اصلا نه nmap داریم نه curl داریم و نه در واقع creds ssh داریم که بخوایم لوکال در واقع پورت فورواردینگ کنیم که حالا این پورت 11 دو 11 برای ما جالبه. میتونیم با استفاده از nc بهش متصل شیم یا تلنت. یا کار دیگه‌ای که میتونیم در واقع انجام بدیم اینه که بیایم در واقع روی باکس خودمون یک SSH سرور داشته باشیم که به صورت ریموتلی در واقع پورت فوروارد کنیم. پس sudo systemctl استارت میکنیم SSH رو و میایم که در واقع به صورت ریموت پورت فوروارد کنیم این پورت 11 و 11 رو. پس SSH 10.9.187.45 روی 1211 اگه درست بزنم این IP اتکر باکس خود منه. پورتی که میخوایم در واقع فوروارد کنیم و یوزرنیممون و دوباره IP خودمون. اینجا من مثل که یه اشتباهی داشتم. سینتکسشو مثل اینکه من دارم اشتباه میزنم میرم دنبال سینتکس درستش میگردم و وقتی پیدا کردم برمیگردم. دوستان مثل اینکه مهمترین در واقع فلگ ها یا همون دش آر و دش ان رو جا انداخته بودم. پس ما اگه بیم اینجا همونطور که میبینید دش ان که در واقع وقتی لاگین کردیم در واقع پرامپت نده به ما، چیز خاصی نمیخوایم، به صورت سایلنت، و دش آر هم که به صورت ریموت پورت فوروارد. اینو یس میزنیم و پسورد در واقع باکس اتکر خودمونو میدیم بهش. خب الان احتمالا در واقع ما اگه نت استات رو بزنیم روی در واقع باکس خودمون باید پورت فوروارد شده باشه. همونطور که میبینید اینجا در واقع پورت فوروارد شده. اگه ما با nmap در واقع sv و sc رو روش ران کنیم روی در واقع لوکال هاست خود زمان میبره، میبینید که این پورت بازه، پورت فوروارد شده و میم کشته که حالا اگه همچین ورژنی و ما در واقع MSF کانسول رو اگه بیاریم بالا یا همون متاسپلویت رو یه خورده طول میکشه. عذر میخوام من
خب اگه بخواد زیاد طول بکشه من پاز میکنم و دوباره برمیگردیم. خب MSF کانسل اومد بالا، اگه ما اینو در واقع سرچ کنیم برای کچت میبینید که یک در واقع گتر داریم، اکستراکتر داریم که اگه از این استفاده کنیم و آر هست رو بذاریم در واقع تان زیروی خودمون که همون در واقع آی پی وی پی ان مونه، پورتش هم که درسته، ران کنیم، ممکنه یه خورده طول بکشه. من آر هست رو باید بذارم لوکال هست یا خب بله، میبینید که در واقع اکسترکت کرد اینو هم ایمیل رو به ما داد که برای ما میتونیم الان در واقع پورت فوروارد رو قطع کنیم، بریم توی هوم LSLA بزنیم و یوزر اورکا. میبینید که هم ایمیلش رو اکسترکت کرد و هم پسوردش رو، که پسوردش هم اینه. اینو کپی میکنیم و در واقع سویچ یوزر میکنیم به اورکا با پسوردش و میبینید که اورکا هستیم. حالا اگه sudo l بزنیم ببینیم که چه قابلیت هایی رو داریم. به عنوان روت میتونیم همچین در واقع فایل یا حالا اسکریپتی رو ران کنیم. میریم ببینیم که اصلا چی هست. یک transfer.py داریم و یک بیتکوین که ما اگه این بیتکوین رو ران کنیم ازمون پسورد میخواد. access denied، ولی اگه l trace رو بزنیم روش و رانش کنیم میبینید که در واقع اینجا str compare میکنه ast رو با password. پس password رو اینجا میگیریم و بیتکوین رو که ران کنین access granted میده، به همون میگه که میتونیم مثلا بیتکوین transfer کنین و بلا 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 از این کارا که کنید. بعدش همچین اسکریپتی ران میشه که اینا براتون پرینت میشه و حالا من احساس میکنم این باید یک پریوس در واقع یک وکتور برای پریوسک باشه، ولی خب من خودم از این پس نرفتم و کاری که کردم خیلی راحت تر بود. شما اگه LSL رو بزنید میبینید که در واقع دسکتاپ رو اگه بزنیم LSL روی عذر میخوام sudo -l رو یک بار دیگر بزنیم و اینجا LSL رو بزنیم میبینید که در واقع میتونیم موف کنیم این باکس رو، در واقع این دسکتاپ رو، از اونجایی که دسکتاپ هوم دایرکتوری خودمون هست و به راحتی اگه بریم توی هوم اورکا اسم دسکتاپ رو عوض کنیم و مثلا بذاریم تست، میتونیم دایرکتوری دسکتاپ خودمون رو ایجاد کنیم، توش در واقع بین بش رو توی دسکتاپ قرار بدیم و اسمش رو بذاریم بیتکوین مثل چیزی که اینجا هست و حالا میتونیم در واقع به عنوان یوزر روت این بین بشی رو که به اسم بیتکوین توی این در واقع دایرکتوری فیکی که ایجاد کردیم ران کنیم. پس در واقع اگه بزنیم از بخوام اینجا من نمیدونم چرا LSL زدم، باید LSLA بزنم که شما متوجه بشین. خودم هم این مقدار هنگ کرده بودم که چرا نشون نمیده. میبینید که در واقع اینجا این و این که خود دایرکتوری دسکتاپ میشن متعلق به یوزری که ما هستیم هستن. پس در واقع برای همین بود که اورکا تونست موف کنه اسم دسکتاپ رو به تست و یه دایرکتوری تست درست کنه و حالا بیم بشو توش قرار بده به اسم بیتکوین. حالا میتونیم در واقع سیستم گول بزنیم که ما انگار داریم همچین بیت کوین رو ران میکنیم، ولی در واقع این در واقع اسکریپت بیت کوینمون همون بین بشه. پس اگه بزنیم sudo و ران کنیم میبینید که در واقع بین بش رو به عنوان یوزر روت گرفتیم و روت شدیم. پس آیدی رو اگه بزنیم روتیم و بریم توی روت دایرکتوری میبینید در واقع root.txt اینجا هست و میتونید که ریتریوش کنید. خب امیدوارم از این باکس لذت برده باشید. لال شدم. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره.
درخواست ویدیویی هم داشتین حتما بهم بگین تا بزنم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.